حکایت آهو در طویله خران. روزی از روزها که مثلش فراوان، یک روز شکارچی از صحرا آهوی گرفت و آن را با خود به خانه برد. وقتی به خانه آمد دید که چیزی برای خوردن در خانه نیست. اما هرچه فکر کرد که آهو را بکشد و کبابش کند دلش راضی نشد. آهو را برداشت، آمد سر کوچه و دید که چند نفر آنجا ایستاده بودند. صیاد گفت آهو را می فروشم. گفتند چند؟ گفت 50 سکه می ارزد، اما چون من احتیاج دارم آن را به 10 سکه هم می دهم. اما وقتی مردم احتیاج صیاد را دیدند، یکی گفت من 2 سکه می خرم. دیگری گفت من 3 سکه می خرم. یکی دیگر هم گفت من 4 سکه آن را می خرم. اما یک مرد چاروادار هم که از آهو خوشش آمده بود و پول زیادی داشت گفت من آن را 5 سکه می خرم و هیچ کس هم این نصف شبی آهو را بیشتر از این نمی خرد. مگر یک آهوی خشک لاغر چقدر گوشت دارد؟ صیاد گفت آهو را برای گوشتش نمی خرد. آهو آهوست، گوسفند که نیست. چاروادار گفت خودت می دانی، خلاصه از ما 5 سکه می رسد. چاروادار آهو را خرید، آن را برد به خانهش و او را در طویله خرها رها کرد. آهو وارد شد و دید عجب جای وحشتناکی است. چند تا خر آنجا هستند و چند تا آخر هست و در هر آخر قدری کاه و یک حوضچه آب پر از آشغال و بوی رطوبت و سرگین و هوای خفه و طویله دربسته. هنوز در فکر بود که چه باید بکند، خرها او را دیدند و نگاهی به یکدیگر کردند و پوزخندی زدند و یکی از خرها پرسید تو دیگر کی هستی؟ آهو گفت من هم یکی از حیوانات خدا هستم، اسمم آهوست. در صحرا زندگی می کردم، یکی مرا گرفت و آورد به ارباب شما فروخت، او هم مرا اینجا آورد. خرها گفتند بسیار خوب، هرچه هستی حالا بفرما تو، اینجا هم خیلی جای خوبی است. ببین حوضچه پر از آب است و آخرها پر از کاه، تا صبح هم هیچ کسی کاری با اینجا ندارد، تو هم مهمان ما هستی، بیا هرچه میخواهی بخور و هر جا که میخواهی استراحت کن، اما مواظب باش که زیر دست و پا له نشوی. آهو گفت متشکرم حالا که هستم، ولی من این آب و کاه را نمیتوانم بخورم. شما به کار خودتان مشغول باشید، منم این گوشه می نشینم. خرها مشغول خوردن بودند و از این آخر به آن آخر می رفتند و یک دیگر را رم می دادند و در طویله می دویدند و گرد و خاک می کردند. آهو می ترسید و از این گوشه به آن گوشه می دوید و از زیر دست و پای آنها در می رفت و از ترس و ناراحتی و هوای پرگرد و خاک و بوی طویله داشت خفه می شد. خرها هم گاهی به او نگاه می کردند و به یکدیگر اشاره می کردند و می خندیدند و با هم می گفتند آهو را باش، جانور عجیبی است. پاهایش مثل نخلیان باریک است و شاخش را ببین. چشمهایش رو نگاه کن، هیچ چیزش به حیوان نمی ماند. هیچ چیز هم نمی خورد و هیچ حرفی هم نمی زند و از این گوشه به آن گوشه فرار می کند و از ما می ترسد. به خیالش ما هیولا هستیم و همه با هم می خندیدم. یکی از خرها که نجیب تر بود گفت آخر او از جنس ما نیست و اینجا غریبی می کند و چون بچه است و کوچک شاید از ما می ترسد. ما نباید او را ناراحت کنیم. هرچه باشد مهمان ماست، باید آرام باشیم و کاری نکنیم که او بیشتر بترسد. و همه تصدیق کردند و آرام شدند. آن وقت الاغ نجیب به آهو گفت بیا بچه جان، بیا اینجا پهلوی خودم در آخر خودم غذا بخور، ببین چه کاه خوبی است، زرد مثل زعفران، درشت مثل برگ درخت و نرم مثل یونجه تر، شیرین مثل پوست خربوزه و هیچ نترسو، کسی به تو کاری ندارد، بیا بیا شامت را بخور. آهو گفت از لطف شما ممنونم، اما من کاه نمیخورم، بچه هم نیستم، اما ذاتن نازک نارنجی هستم، هیکل من کوچک است، اما من به سهم خودم بزرگسال و کامل هستم. اگر آهو نبودم در نظر شما پیر حساب میشدم. الاغ ها همه با هم خندیدند.
بعد یکی از خرا گفت خب بچه نیستی، پیر هستی. آهای حیوان پیر، بیا اینجا پهلوی خودم جو بخور. بعد دوباره همه خرها خندیدن. آهو گفت من هیچ چیز نمیخواهم. کاه و جو برای شما خوب است که به آن عادت دارید. دندان من به کاه و جو کار نمی کند. مرا به حال خودم بگذارید. یکی از خرها گفت آها فهمیدم. این حیوان پیر دندان ندارد. بیچاره پیر است خوب. پس تو در صحرا چه می خوردی؟ باد هوا می خوردی یا کسی برایت آش رشته می پخت؟ و بعد دوباره همه ی خرها زدن زیر خنده. آهو گفت خواهش می کنم سر به سر من نگذاری. آخر شما نمی دانید من اینجا دارم خفه می شوم. جای من در طبیله خرها نیست. نمی خواهم به شما توهین کنم. اما خر خر است و آهو آهوست. هر کسی را یک جوری ساختن. من همیشه در صحراهای سبز گشتم و علف سبز خوردم. ملاحظه می کنید که من تقصیر ندارم. یکی از خرها گفت خوبه خوبه، حالا به او رو دادیم، ببین چه حرفای بزرگی می زند. اینجا دارد خفه می شود. صحرای سبز و علف سبز و آهو که خر نیست. بدبخت بینوا کاه و جو به این خوبی را نمی پسندد و از ما علف سبز می خواهد. اصلا خر هم خودتی، بلش کنید، بگذارید از گرسنگی بمیرد. آهو گفت من هم همین را می خواهم. مرا به حال خودم بگذارید و دلم را نسوزانید. آهو خیلی غمگین شده بود و نمی دانست چه کند. چشمهایش پر از اشک شده بود و با خود فکر می کرد ای کاش صیاد مرا به چاه انداخته بود و به این طویله نفرستاده بود. برای من هر پیش آمدی بهتر از زندگی با این ناجنس های زبان نفهم است. خری که از همه نجیب تر بود و وقتی اشک آهو را دید دلش به رحم آمد و رفت پیش آهو و گفت ببین عزیز من، هیچ وقت گریه نکن. گریه هیچ دردی را دوا نمی کند. قصه خوردن و سر به زانوی غم گذاشتن هم فایده ندارد. از قدیم گفتند به دنیا بخند تا دنیا به روی تو لبخند بزند. ما را می بینی که می خندیم و گریه نمی کنیم؟ ما هم مثل تو دلمان از این زندگی خون است. باور کن کاه هم خوشمزه است. اگر تو هم کاه و جو بخوری مثل ما بزرگ میشوی و میشوی یک حیوان حسابی. ولی اگر علف سبز میخواهی من حالا هرچه علف سبز توی کاه هست جدا میکنم و به تو میدهم. آهو که میدید آنها حرف او را نمیفهمند بغض کرده بود و نمیتوانست جوابی بدهد. در این وقت یکی از خرها از گوشه طویل فریاد زد که آهای، یک دانه علف سبز پیدا کردم. بچه ها، هر کس علف سبز پیدا کرد، آن را برای آهو کنار بگذارد. شما که میخواهید ثواب کنید، سبزهایش را به آهو بدهید. از گریه آهو دلم کباب شد، نگذارید این بیچاره گریه کند. خدا را خوش نمی آید. آهو جواب داد لازم نیست برای من دلسوزی کنی. دلسوزی کردنتانم خرانه و احمقانه است. من گدا نیستم که برای ثواب در راه خدا چیزی به من بدهن. گدا خودتان هستید. شما نمی توانید مرا بشناسید. برای اینکه من آهو هستم و شما الاغید. خرها سرها را برگرداندند و گفتند دیگر چه؟ عجب جانور احمقی هستی. ما داریم به تو خوبی می کنیم و تو اینطور به ما متلک می. یکی از خرها گفت شیطان میگوید بروم یک لگد بزنم توی سرش. یکی دیگر گفت علف سبز میخواهد و منت هیچ کس را هم قبول ندارد. یکی گفت الان به حسابش میرسم. آمد جلو و یک لگد به پای آهو زد. یکی دیگر هم آمد و بازوی او را گاز گرفت و آهو از ترس و درد بیهوش شد و افتاد. اولاغ نجیب گفت بد کاری کردید. او تقصیری نداشت. در دنیا هزار جور حیوان هست. این هم یک جورش بود. خیلی ها هستن که زندگی و طرز فکرشان با ما فرق می کنند. واجب نیست که همه مثل ما باشند. همه مثل ما فکر کنند. ما کاه و جو می خوریم و آهو نمی خورد. این که گناه نیست و زدن و بستن لازم ندارد. خیلی بد کردید که او را زدید. خرها گفتند اصلا تقصیر از توست که از اول نازش را کشیدی و او را گریه انداختی. وگرنه گرسنگی او را مجبور می کرد که همین کاه را بخورد و بگوید به به.
صبح روز بعد مرد چوبادار آمد به طویله تا خرها را برای کار ببرد. دید آهو در کناری افتاده و نفس نفس می زند. آهو را به دوش گرفت و برد به خانه صیاد و گفت: ببین برادر، من جز یک طویله جایی نداشتم و دیشب آهو را فرستادم آنجا و معلوم می شود خرها با این آهو نمی سازند. او را زدند و من دلم به حالش می سوزد. بگیر و یک فکری برایش بکن. هر وقت پول داشتی آن 5 سکه را به من برگردان. صیاد آهو را گرفت و چند روز او را نگاه داشت تا حالش خوب شد. بعد او را برد به باغ وحش و به 50 سکه فروخت و پول چاروادار را هم پس داد. آهو را به قفس آهوها بردند. چون خیلی خوشحالی می کرد و می خندید، آهوها او را سرزنش کردند و گفتند: عجب آهوی بیخیالی هستی. خوب است که می توانی توی این زندان این طور خوشحال باشی. از کجا آمده ای؟ آهو گفت: از جهنم آمدم. از این خوشحالم که اینجا هرچه باشد همه زبان همدیگر را می فهمیم. من بدتر از این را دیدم و اینجا نسبت به طویله خرها بهشت است و هم نشینی با ناجنس و نااهل از جهنم بدتر است.